अखियों ने खींची कोई और तस्वीर तेरी, राजे आ भूलता है और कोई हीर तेरी, अखियों ने खींची कोई और तस्वीर तेरी, राजे आ भूलता है और कोई हीर तेरी। दर्द की झील का पानी वो क्या पी लिया, जब से तेरा नहीं दिल ना किसी का रहा। سلام مامان، من خوبم، تو چطوری؟ چی؟ کی افتاده؟ نمیدونم چطور به این دختر بفهمونم که دیگه ازدواج کرده. انگار نه انگار من وجود دارم. ما اونقدران فاصله سنی نداریم که اون این حرفا رو به هم زد. اولش که اینجوری نبود. نمیدونم چه شده. روی داره زنگ میزنه. اون موقع که ما تماس میگرفتیم جوابمونو نمیدادن، حالا که الین اومده زنگ زدن یادشون افتاده. الو، این چه کاری بود که الینا کرد؟ چرا؟ باز دخترم چی کار کرده؟ اینو شما از من میپرسی؟ انگار نمیدونید یه دختر نجیب و خونواده دار نصف شب خونه رو ول نمی کنه بره. شما که می گفتین اون دختر نجیبی نیست. لطفاً این تیکه ها رو به من نندازید خانوم. الینا رو بفرستید بیاد. یه جوری نشه از فردا در این خونه به روی دخترت بسته بشه. منظورت همون زندونیه که دخترم رو نگه می داشتین؟ آره دیگه تموم شد خانوم، من دوباره نمی فرستمش اونجا، فهمیدی؟ شما می فهمین دارین چی میگی؟ خیلی هم خوب می دونم چی میگم. طیبه خانم، یه توصیه هم بهتون میکنم، حتما پسرتون رو ببرین پیش یه روانشناس، اون ذهنش خیلی مریضه. مراقب حرفاتون باشین، حق ندارید در مورد پسرم همچین حرفی بزنید. من تا حالا شوهری رو ندیدم که واسه کنترل زنش تو خونه بخواد دوربین بذاره. شما دارین اشتباه میکنین، اصلا همچین چیزی نیست. الینا به پسر من تهمت میزنه. دختر من هیچ وقت دروغ نمیگه. تا شما هم بهتره از پسر دیوونت بپرسی که چرا همچین کارایی میکنه. خدا حافظ. مامان کار خیلی خوبی کردی که حرفاتو بهش زدی. شاید بهتر بود از اول این کارو میکردم. مطمئنن که بهتر بود، ولی حالا هم که انجام دادی خوب کردی. ما مادرها گاهی اوقات واسه بهتر شدن زندگی دخترامون اونا رو قربانی خودخواهی خودمون میکنیم. درست زندگیشون رو باید ساخت، اما نه با فدا کردنشون.
آقا. همه چی خوبه؟ ناراحت به نظر میای. نه همه چی خوبه، داشتم به کارم فکر میکردم. بیچاره آقا از دست خانم ناراحته، ولی به روی خودش نمیاره. خدا از دست همچین زنی نجاتش بده، اصلا به فکر شوهر و زندگیش نیست. مامان این همه بلا سر الینا اومده و اون هیچی نگفته؟ آخه چرا؟ چی کار میکرد پسرم؟ بعد از ازدواج هر زنی باید یه چیزایی رو تحمل کنه. آخه این چه حرفیه مادر من؟ آدم ازدواج میکنه که خوشحال بشه، نه اینکه مجازات و زندانی بشه. اون میخواست برای مادرش دختر خوبی باشه عزیزم. به خاطر من برگشت اونجا، به خاطر من تحملشون کرد. شاید من توقع زیادی ازش داشتم. مامان خیلی در حقش ظلم کردن. میدونم پسرم، تقصیر من بود که کوتاه اومد. مامان من اگر میدونستم امکان نداشت دیگه بذارم برگرده تو خونه. ما هم شرایطو نمیدونستیم پسرم، خبر نداشتیم که اینقدر بهش سخت میگذره. میگفتیم مشکلش خیلی جدی نیست، بالاخره یه روزی حل میشه. نه اون به ما حرفی زد، نه ما ازش چیزی پرسیدیم. مامان کارای طلاقشو شروع کنیم، همه ی هزینه هاشو هم من میدم. الینا دیگه به اون جهنم بر نمیگرده. کاش یکم فکر میکردی پسرم، اگر یه بار رابطه خراب بشه دیگه درست شدنی نیست. آخه چه فکر کردنی مامان؟ با وجود اون همه بلایی که سرشو بردن بازم میگی فکر کن. دی الینا نمیخواد برگرده، ما هم باید حمایتش کنیم. چرا به توی نگه داریم که بخواد بلای جونمون بشه؟ همون بهتر که تموم بشه. باشه پسرم، خودت بهتر میدونی. خداحافظ مامان. خانم اومدم. دیدی تیوی شبکه محبوب فارسی زبان در آلمان. سابسکرایب کنید و تمام سریال های مورد علاقه خود را در سراسر دنیا تماشا کنید. بیا دیگه، کجایی؟ آقای که صابونه خوردن و رفتن. خودم میدونم، معلومه که رفته ساعت 11 دیگه. ببین نوری، نمیذاری چیزی یادم بمونه. صابونه رو حاضر کن، به راننده هم بگو ماشین رو روشن کنه. برو. جایی میخواییم بریم؟ مشکل تو چیه؟ هم؟ چه جونه میخوای؟ اون روز بهت گفتم که ازم سوال جواب نکن. تو خدمتکاری نه؟ پس سرت به کار خودت باشه. برو به کار خودت برس. واسه این پرسیدم چون که آقا... ای بابا چقدر حرف میزنی، برو به کارت برس دیگه. آفرین نوری، برو ماشینم یادت نره. خب بهش بگو چرا اینجا بشقاب نمیذاری؟ ببین همه میز کثیف میشه. چی شده؟ چرا وایسادی؟ برو دیگه. به اینم بر جواب پس بدم. الینا دخترم، ظهر شده، تو هنوز گرفتی خوابیدی؟ پاشو دخترم، پاشو. بیدار بشم چی کار کنم؟ یعنی چی دخترم؟ بلند شو، دست و صورتتو بشور تا یکم سرحال شی. باید یه چیزی بخوری، از دیشب تا الان هیچی نخوردی. گرسنم نیست مامان. دخترم زندگی اینجوری نمیگذره. آه.
ولی اینم زندگی نیست ماما. مخصوصا واسه دخترم. خونه پدر مادر باشن یه مشکله، خونه شوهر باشن یه مشکل دیگه. کجا زندگی خوبی داشته باشی؟ هیچ جا. از این فکر را نکن دخترم، پاشو مثل قبل زندگیت برس عزیزم. مامان دلم نمیخواد هیچ کاری بکنم، دیگه هیچ علاقه به زندگی ندارم. چی شد دخترم؟ بیا بغلم. آی چی نشده؟ چرا اینجوری حرف میزنی؟ دختر من خیلی شجاعه. این حرف اصلا بهش نمیاد. اون دختر مرد، اون باخت. خیلی سعی کردم همه چی خوب پیش بره مامان، ولی نشد. نه نشد، نتونستم مامان. دختر من نمیتونه بپازه، دختر من خیلی قویه. آروم باش عزیزم، آروم. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. یعنی تو اینجوری باهاش حرف زدی؟ هیچی بهت نگفت؟ برای چی چیزی بگی؟ مگه دروغ گفتم؟ من فقط حقیقت رو گفتم. ولی بازم باید یه چیزی میگفت. نه بعد از اون دیگه باهاش حرف نزدم. نمیدونم کجا رفت، ولی بهم هیچی نگفت. اما دخترم نباید این حرفو میزدی. باشه این درست نیست، ولی این درسته که اون هی به هم بگه من بی‌مسئولیتم، چیزی سرم نمیشه، مواظب خونه زندگیم نیستم، سرم گرم دوستامه. اون بزرگه و منم بچه‌ام. اگه من بچه‌ام پس میتونم بهش بگم تو بزرگی. حالا که من بچه‌ام نمیفهمم چی درسته چی غلط. عاقل باش دخترم، مردا رو سنشون حساسن، هر چقدرم سنشون بالا باشه اصلا به کسی اجازه نمیدن بهشون تیکه بندازه. باید جنبه شنیدن واقعیت رو داشته باشه. من نمیتونم به کسی دروغ بگم. مگه چند وقت از ازدواجتون گذشته همچین حرفی بهش میزنی؟ ای خدا، منو بگو که فکر کردم بیام با مامانم درد و دل کنم و یکم سبکشم. تو بگو من چی کار کنم؟ اومدم زن یه تاجر شدم که توی خونش مثل خدمتکار زندگی کنم، اینو میخوای مامان؟ نمیگم خدمتکار شو، ولی حداقل یکم به شوهرت برس. مامان من بهش میرسم، من دیگه باید چی کار بکنم؟ براش صبونه درست کنم و از صبح تا شب تو اون چهاردیواری منتظر اومدنش بمونم؟ دخترم به حرف من گوش کن. ببین همه زنا همین کارو میکنن، تو کار عجیبی نمی کنی. مامان باور کن من نمیتونم، این کار از من بر نمیاد. برای چی تو این سن کم منو شوهر دادی مامان؟ ها من درسته که لج کردم، ولی شما نباید گوش میکردی، باید بهم میگفتی که واسم زوده و بچم. من فکر میکردم همه چی برام فراهمه، شوهرم یه تاجره، با من مثل ملکه ها رفتار میکنه. حالا شما بهم میگی که باید مثل خدمتکارو کار کنم. چی میگی؟ تو اینقدر داری راحت زندگی میکنی، چی میخوای؟ مامان منو ببخش، اشتباه کردم اومدم پیش درد و دل کنم. شما که برام کاری نمی کنی، راه حلم نمی دی، حداقل بهم غذا بده. برو لطفا. باشه حالا چی می خوری؟ چی برات بپزم؟ هر چی که پختی. باشه عزیزم، بشین برات میارم. منم تلویزیون می بینم. چرا اینجا بایستادی؟ چیزی شده؟ به چی فکر میکنی؟ فکر نکنم چی کار کنم، از بس فکر کردم مغزم داره میترک. ببینم با داداش حرف زدی؟ آره حرف زدم. خب چی گفت؟ میخوای چی بگی؟ میگه این قضیه رو دیگه تمومش کنین و طلاقشو بگی؟ خیلی حرف خوبی زده. چرا اینجوری نگاه میکنی؟
نکنه هنوزم فکر میکنی که الینا نباید طلاق بگیره؟ نه، من فکر میکنم که نباید برای طلاق دیر کنه. مامانم، سر و سامون گرفتنه. زندگی دخترم برام مهمه، ولی بیشتر از اون خودشه که برای من مهمه. دیگه نمیتونم اونو تو این وضع ببینم عزیزم. مامان، ایشالله همه چی درست میشه. انشالله. بیا اینجا بشین. یکم آب بیارم برات. باش. نوری. بله آقا. ممنون. خانم کجاست؟ صبح بعد از خوردن صابونه رفتن. رفت؟ کجا؟ چیزی نگفت؟ من ازشون پرسیدم اما چیزی به من نگفتن. حتی از دستم عصبانی شد که من با چه جرأتی ازش سوال میکنم. باشه، میتونی بریم. آره، من تازه رسیدم خونه. ببین، بعدن بهت زنگ میزنم. خب امروز زود اومدی؟ آره، فکر کردم که بیشتر کنارت باشم، ولی تو که تو خونه بند نمیشی. به به، امروز میخواستی کنارم باشی؟ آخه تو خونه نیستی که منم بشینم خونه، همیشه بیرونی. واسه همین همیشه پیش مامانم هم. ولی امروز از اونجا یه سر رفتم خرید، اونقدر خوش گذشت که نگم برات. آره معلومه، بهت خوش گذشت. خوش که نه، خیلی خوش. بذار خریدامو بهت نشون بدم کجا گذاشتم. اینو ببین. هنو من به خرید علاقه ای ندارم، اونم خرید زنم. خیلی خستم، میرم بخوابم. نمیدونم چرا اینقدر بی سلیقه است. به هیچی علاقه نداره، نه بیرون رفتن، نه تفریح، نه خرید. هر وقت دیدمش میخواد بره شرکتش. نمیدونم چطوری تمام عمرمو با این آدم زندگی کنم. دیدی تیوی شبکه محبوب فارسی زبان در آمریکا. سابسکرایب کنید و تمام سریال های مورد علاقه خود را در سراسر دنیا تماشا کنید. داری به چی فکر میکنی؟ نمیدونم به چی فکر کنم. عزیزم، به چیزای خوب فکر کن که خوب بشه. دیگه هیچی واسه خوب شدن باقی نمونده. چرا؟ مگه هدف زندگیت فقط ازدواج کردن بود که با تموم شدنش زندگیت هم تموم بشه؟ این طرز فکر احمقانه رو ازت توقع نداشتم. ادامه تحصیل آرزوت بود، پس چی شد؟ تموم شد. را تموم نشده، خودت تمومش کردی. الینا، با رفتن کسی زندگی آدم تموم نمیشه، اونم برای یه آدم بیارزش. زندگی رو به خودت زرد نکن، لذت ببر، خیلی قشنگه. رامشا، من از اومدن و رفتن کسی ناراحت نیستم.
من از این ناراحتم که آبرو و غرورم زیر پا له شده. نمیدونم چرا باید این اتفاقا واسه من بیفته، واسه من. عزیز دلم، تو این دنیا واسه هر کسی یه نوع امتحان وجود داره. خب امتحان تو هم این بوده، باشه؟ باید قوی باشی. از این حالت افسرده بیا بیرون و برای خودت یه تصمیم بگیر. الینا، زندگیت اینجا تموم نشده. حالا دیگه آبگوره نگیر، بس کن دیگه. منو ببین، تو که اینجوری نبودی. شهرزاد، من قبول دارم که بی تجربم، تفاوت سنی ما هم زیاده، واسه همین طرز فکرمون با هم فرق میکنه. چیزایی که تو میگی درسته، ولی به این معنی نیستش که من جوونی خودمو فراموش کنم. باید به فکر منم باشی. دخترها تو این سن خواسته هایی دارن. نکنه تو میخوای که من نیازامو سرکوب کنم؟ شاید هنا درست میگه. فاصله سنی ما باعث شده طرز فکرمون فرق کنه. هنا هنوزم بچه است. من باید رفتار درست رو بهش یاد بدم. دردی که جیل کا پانی و کیا پیلیا. هنا، یکی از دوستان واسه شام دعوتمون کرده. لطفاً پاشو حاضر شد. وای خدا جون، شکرت. میدونی من چند تا ساری و چقدر لباس خریده بودم که بعد از عروسی تو مهمونیه بپوشم؟ اما هرچی نشستم کسی ما رو دعوت نکرد. خدا رو شکر بالاخره این دوستت به فکرمون افتاد. خودت خوب میدونی همه ی فامیلای من خارج از کشوره. دوست زیادی هم ندارم. آره میدونم که مثل پیرمردی. اینجوری هم نیست. دوستام هستن ولی همشون گرفتار کار و زندگیشونه. زیاد ارتباطی با هم نداریم. به نظرم کسی که بخواد میتونه. باید قبول کنی که مثل پیرمردی. راستی گوش کن، من سه رنگ مختلف ساری دارم. به نظرت کدومو بپوشم؟ یکی زرد، یکیش آبیه، یکیش بادمجونی. من انتخاب کنم میپوشی؟ آره دیگه، واسه همین میپرسم. باشه، آبیه. خوبه، پس من برم زودتر آماده بشم. اینم باید پاک کنم، رنگش با لباسم سد نیست.
ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. پل که چوکه گرا بچڑایو آنسو میرا پل که چوکه گرا بچڑایو آنسو میرا هنا بیا دیگه داره دیر میشه. بریم دیگه، من حاضرم. چی شده؟ خیلی زیبا شدی. زیبا بودم ولی تو ازم تعریف نمی کردی. دیگه اینجوری هم نیست. بی خیال، بریم؟ آره بریم، ولی کیف ست پیدا نکردم. سلام، خوش اومدی. لطفاً تشریف داشته باشین، آقا الان میان. باشه. خونه خوشگلیه ماشالله. باغچه از اینجا دید داره. سلام پسر، چطوری؟ سلام سلام. چطوری؟ خوشحال شدم دیدمت. منم همینطور. خوش اومدین. سلام، ممنون. لطفا بفرمایید. چه خبره؟ چی شد تصمیم گرفتی از آمریکا برگردی؟ داداش از زندگی اونجا خسته شده بودم، گفتم برگردم پاکستان دیگه. بابام که اصلا از این تصمیم راضی نبود، ولی تو که میدونی من به حرف کسی گوش نمیدم. دقیقا. ازدواج کردی یا میخوای واسه همیشه مجرد بمونی؟ فعلا که مجردم، ولی به فکرش هستم. ولی باید به تو آفرین گفت، دیر ازدواج کردی ولی همسر خیلی خوبی پیدا کردی. منظورم اینه که زوج زیبایی به نظر میرسیم. ممنونم داداش. حالا تو هم واسه عروسی خودتو آماده کن. من که کاملا آماده ام، ولی کو دختر خوب؟ کاری نداره که، دختر خوبو زن داداشت پیدا میکنه، مگه نه؟ آره زن داداش، شما باید این کارو برام انجام بدین. فقط این که یه دختر خوب مثل خودتون برای منم پیدا کنین لطفاً. آخه من چطوری پیدا کنم؟ من که نمیدونم شما چه جور دختری دوست دارین. زن داداش من توقع زیادی ندارم، فقط یه دختر خوب از یه خانواده نجیب باشه. همین یه تجربه بد توی زندگی کافیه که با آدم درس عبرت بده. خدا رو شکر مثل که عاقل شدی. آره داداش شدم. بی خیال، الان شام بخوریم، حرف که همیشه هست. چی میگین؟ حتما. شازیه؟ شازیه؟ بله آقا. غذا رو حاضر کن. چشم. دیگه چه خبر؟ سلامتی، تو چه خبر؟ هیچی دیگه، ازدواج کردم. کار خوبی کردی. زندگیم کلن عوض شد. حتما همینطور. بعد از دانشگاه که از آمریکا برگشتم. خیلی خوش گذشت مگه نه؟ من که از دوستت خیلی خوشم اومد. راستی یه چیزی، شما دوتا چطوری با هم دوست شدین ها؟ از نظر سنی ازت کوچیکتر نشون میده. بابای حسین و بابای من شریک کاری بودن و
ما هم دوست دوران بچگی، فکر کن دوست خانوادگی. اما بعد از فوت بابام، عمو واسه کارش مجبور شد بره آمریکا. به هر حال حسین از نظر سنی خیلی هم از من جوانتر نیست، فقط 3 سال از من کوچیکتره. همش 3 سال؟ از لحاظ ظاهری که 8 تا 10 سال کوچیکتره، پس حتما خیلی به خودش میرسه. آره، اون که همیشه به خودش میرسه. راستی چه خونه قشنگی داشت، خیلی خوش گذشت. خونه رو بی خیال، چه شرکت خوبی داره. اسم شرکتش هم خیلی باحاله، کار جالبی هم داره. میگم تا حالا چرا ازدواج نکرده؟ نکنه مثل تو منتظر دختر خاصی نشسته و از هر کسی خوشش نمیاد. از یه دختری خوشش اومده بود، توی آمریکا هم با هم ازدواج کردن، ولی رابطهشون 6 ماه بیشتر دوام نداشت. بالاخره هم جدا شدن، ولی الان قصد ازدواج داره. یه چیزی بگم، من که از زندگیش خیلی خوشم اومد. اگه اسینو قبل از تو میدیدم باش ازدواج میکردم. قبل از حرف زدن یکم فکر کن، ببین چه حرفی و به کی داری میگی. ای بابا ولش کن بیخیال. مگه چی شده؟ چرا عصبانی میشی؟ داشتم سر به سرت میذاشتم. آدم نمیتونه باهات شوخی کنه؟ آره زن داداش، شما باید این کار رو انجام بدین. فقط یه دختر خوب مثل خودتون برای منم پیدا کنین لطفا. زن داداش من توقع زیادی ندارم، فقط یه دختر خوب و از یه خانواده نجیب باشه، همین. ولی باید به تو آفرین گفت، دیر ازدواج کردی ولی همسر خیلی خوبی پیدا کردی. برگه طلاقتو پس بگیر، فهمیدی؟ وگرنه یه جوری بیابروت میکنم که نتونی سر بلند. راستی ببین، من 100 برابر این که الان دیدی بیادب و بد اخلاقم، خیلی هم آدم عوضی هستم. خوب فهمیدی؟ پس قشنگ به حرفم گوش بده، هیچ وقت طلاقت نمیدم. هیچ وقت. بابت تماشای این قسمت از شما ممنونیم. اگر از تماشای آن لذت بردید لطفاً نظرات خود را برای ما بنویسید و این ویدیو را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.